چراغ میبالم که افغانم، بنام آن که نور وجود بخش آسمان ها و زمین است. این جانب عبدالخلیل فیصل، مشهور با استاد خلیل، رئیس اکادمی جهانی حقیقت که انجمن از عاشقان عارفان خدا و حقیقت بینان محقق ملت واحد افغان می باشد، در این لحظات حساس و سرنوشت‌ساز در تاریخ کشور خود خواستم با دوستان و دشمنان ملت خود بیان دارم که من با استناد به حقایق مطلق و انکار ناپذیر زل می بالم که افغانم. اول، من می بالم که افغانستان عزیز محل تولد من و اجداد من است. هزار خون نکند مست می پرستان را، چنانچه ذره خاک وطن پرستان را. من می بالم که میهن من سرزمین عاشقان و عارفان خداست. من می بالم که وطن ما محل تولد ابرمردان مشهور تاریخ علم، اندیشه و تمدن بشر، مانند صنایع غزنوی، حضرت مولانا بلخ، ابن سینا بلخی، سید جمال الدین افغانی و صدها عاشق، عارف، عالم و فیلسوف نامدار است که در طول 800 سال قافله سالاری کاروان عشق، علم و اندیشه بشر را به سوی خودشناسی، خداشناسی و جهانشناسی، به هدف رسیدن به معراج انسانیت و رستاخیز روان بشر به دوش داشتند. من می بالم که با یقین مطلق علمی، عقلی و قلبی خیش می بینم، می دانم و می توانم ثابت کنم که میهن ما محل ظهور حقیقت واحد و حیات بخش حضرت عیسی و تمام پیامبران توحید به صورت حرف الف و یا آغاز و انجام ذاتی تمام پدیده های جهان در فطرت هر انسان کامل و صاحب زمان می باشد که بدون شک امام مهدی و صاحب زمان واحد و مطلق حال است. من می بالم که به حیثیت محقق افغان با یقین کامل و برای اولین بار به شما بشارت می دهم که هر فرد بشر بنا به حکمت و مشیت الهی از روز ازل به صورت کامل و هدایت شده خلق شده است، یعنی مطابق به ضرورت وجود و هدف خلقت خیش فطرتاً در یک حد و اندازه خاص و معقول صاحب ایمان، صاحب علم، صاحب عقل، صاحب دین، صاحب زمان، صاحب اراده و صاحب صدها صفت مطلق خلق شده است که با وسیله آنها حقیقت واحد و ذاتی خود، خدای خود و اسرار خلقت جهانی را که در آن زندگی می کنیم می شناسد. در غیر آن پیمان بندگی روح و ذریات آدم در روز میثاق با خالق خیش ناممکن بود. اما روان آدم و حوا، یعنی صفات مطلق و ذاتی آدم و حوا که بنا به حکمت الهی با وجود نوری و صفاتی خود به حیث ملائک و فرشتگان خدا در ملکوت روح و فطرت آدم و حوا خدمت می کردند، چون صاحب خود را برخلاف امر الهی با فریب شیطان از ارتکاب گناه در بهشت مانع نشدند تا مطابق به قانون عمل و عکس العمل مساوی در عالم خلقت با سرپیچی از امر خدا مستوجب عذاب الهی شدند و از نیستان وعده، یعنی از ملکوت روح و فطرت آدم و حوا بریده شدند و با دور شدن از خدا و حقیقت ذاتی خیش در ظلمت بیخبری از اصل خیش و خواب خیال و کابوس مرگ فرو رفتند و از بهشت وصال حق که در عالم وحدت و همبستگی روحی با تمام مخلوقات خدا قرار دارد کشیده شدند و به عالم کثرت و زمین که دوزخ اعمال خلاف نظم بشر در هستی خدا می باشد رانده شدند و بنابر همین علت اساسی است که اولاد آدم هم حتما حاصل عمل خیر و عاشر خود را در هستی خدا
و صورت نقده و عینی چشیده نیست. من میبالم که مطابق به ایجاب زمان و حکمت الهی بالاخره عاشقان عارفان خدا و حقیقت بینان محقق افغان بنا و امر خدا و حقیقت واحد و ذاتی روح روان و فطرت بیدار خیش از سه حرف مقطعات قرآن یعنی الف لام میم که یکی از بزرگترین اسرار و معجزات قرآن است به هدف نجات انسانیت از خواب خیال و ظلمت بیخبری از حقیقت واحد ذاتی صفاتی و هویت کامل روحانی خیش عنقریب در کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر و صورت روشن و مفصل پرده بر می دارم و با یک حرف الف که حقیقت ذاتی عالم و اسم اعظم خداست به صورت سیستماتیک و علمی ثابت می کنم که جهت حرکت کاروان علم و اندیشه بشر برخلاف حرکت کاروان علم و اندیشه بشر به هدف کشف اسرار عالم مادی کاملا برخلاف جهت حرکت حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا با جهت وجود بخشی با تمام مخلوقات خداست که هرگز به مقصود نخواهد رسید زیرا مطابق به قوانین مطلق ظهور نور وجود بخش خدا به صورت صفات و ساختمان تمام پدیده های هستی هرگز من خیالی و ذهن ناخودآگاه بشر را از راه علم و اندیشه به حقیقت واحد و ذاتی خود و حقیقت واحد نوری و مطلق ذاتی و صفاتی تمام پدیده های جهان مادی راه نیست زیرا هر صفت قائم به ظهور حقیقت ذاتی و فردی بشر است نه ذات بشر قائم به صفات بشر من میبالم و به صورت عینی میبینم که میهن ما محل طلوع شمس حقیقت صفات مطلق نور وجود بخش خدا در فطرت هر انسان کامل و صاحب زمان میباشد من میبالم و با یقین کامل علمی عقلی و قلبی خیش بشارت میدهم که سرزمین ما محل طلوع شمس وحدت و همبستگی کامل روحی روانی و ذاتی تمام ملل جهان است من میبالم و با یقین کامل میدانم که میهن عزیز ما عنقریب از جانب ملل متحد و حقیقت ذاتی هر انسان کامل و مؤمن به خدا به حیث کعبه حقیقت و مرکز صلح جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد من میبالم که سرزمین ما قبرستان امپراتوری ها و آخرین میدان جنگ های صلیبی و تروریستی در جهان است. من میبالم که حقیقت بینان محقق ملت واحد افغان در مدت 40 سال به هدف بیداری و نجات انسانیت از خواب خیال و سقوط کامل در سیاه‌چاله های خیال و کثرت نظریات خیالی نسبی و خالی از حقیقت بشر مشغول پرده برداری از اسرار عالم غیب و افشای اسرار خلقت جهان و اسرار ظهور هویت کامل حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش حیات بخش نجات بخش و جواب بخش خدا در فطرت هر انسان کامل و صاحب زمان می باشم من می بالم که کشف عالم غیب و افشای اسرار ظهور هویت کامل حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا در فطرت انسان کامل عصر حاضر بدون شک حاصل خون شهیدان بیکفن جهاد ازغر ملت واحد افغان بر ضد کمونیسم، تروریسم و امپریالیسم جهانی بوده و حاصل 800 سال جهاد اکبر عاشقان عارفان خدا و حقیقت بینان محقق افغان بر ضد شیطان و نفس آماره بشر به هدف نجات انسانیت از سقوط کامل در سیاه‌چاله های بحران عمیق اقتصادی، علمی، فلسفی، مذهبی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و غیره باشد که توسط اندیشه های متضاد، نسبی، خیالی و خالی از حقیقت عالم نماها فیلسوف نماها و مذهبی نماها بر سر راه کاروان علم، اندیشه، حیات و تمدن بشر کنده شده است.
من میبالم که علمای فیزیک میهن ما با کشف اصول مطلق فیزیک جدید نور از آغاز خلقت جهان در 6 روز به صورت سیستماتیک و علمی پرده برداشته و با اثبات عینی و علمی این حقیقت که خالق جهان با آشکار کردن حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خیش بدون آن که انفجار بزرگی در کار باشد خلقت جهان مادی را در روز ازل با آرامش میلیون‌ها بار آرامتر از سقوط یک قطره آب در یک سطل آرام آب آغاز کرد و بنابر کشف و افشای همین حقیقت است که فیزیکدانان افغان با اثبات حقایق مطلق فوق 8000 دکتر و پروفسور فیزیک را که به هدف اثبات و پوشاندن لباس علمی و فیزیکی با نظریات کاملا بی اساس و خالی از حقیقت انفجار بزرگ ساعت بیگ بن، سیاچالای انشتین و نظریه کفرآمیز و خالی از حقیقت ذره خالق در دستگاه فیزیک سرن که با مصرف بیجای میلیاردها دلار در میان سوئیس و فرانسه کشیده شده است از سرگردانی در سراب سهرای خشک خیال لاپلاس انشتین و دیگران نجات بخشیده و با پردبرداری از اسرار میدان واحد نیروها که کشف آن بزرگترین آرزوی علمای فیزیک کلاسیک، فیزیک نسبیت، فیزیک کوانتوم و علمای فیزیک سوپرسیمتری و تمام علمای فیزیک می باشد بدون شک فیزیکدانان افغان برندگان جایزه نوبل در بخش‌های مختلف علم فیزیک خواهد شد. من می‌بینم که حقیقت بینان محقق افغان با پردبرداری از حقیقت ذاتی و زنده حرف الف که حقیقت ذاتی و کلامی جهان است، زبان، کلام و ادبیات خالی از حقیقت و بیجان بشر را به اذن الله و با نور حقیقت مطلق و حیات بخش حرف الف رستاخیز و حیات دوباره بخشیده بنان با تحقق یافتن این مطلب بدون شک ادیبان افغان برندگان جایزه نوبل در بخش ادبیات جهانی خواهند شد. من میبالم که محققین و روانشناسان افغان روان بیجان و بیخبر بشر را با افشای اطرار ظهور نور حیات بخش خدا در فطرت هدایت شده و کامل انسان مؤمن به خدا رستاخیز و حیات دوباره بخشیده و با برطرف نمودن تشویش و ترس بشر از ظلمت بیخبری و کابوس مرگ که مادر تمام امراض عارض در وجود انسانی است بعد از بیداری و رستاخیز روان بشر بدون شک برندگان جایزه نوبل در بخش روانپزشکی خواهند شد. من میبالم که مصلحین میهن ما با پرده برداری از رخسار حقیقت الحقایق و یا حقیقت واحد نوری و جاودان تمام پدیده های هستی که در پشت پرده صورت متفاوت و متغیر مخلوقات مادی از دو چشم ظاهربین بشر پنهان مانده که بیخبری بشر از حقیقت واحد و ذاتی اشیا که وجه الله نام دارد باعث جولان خیال و کثرت اندیشه های متضاد نسبی و خالی از حقیقت شده و کثرت اندیشه های متضاد آتش جنگ های اقتصادی، ملی، مذهبی، سیاسی و حتی جهانی را برخلاف صلح که یکی از خواسته های فطری هر انسان نورمال است دامن می‌زند. بنابراین مصلحین افغان با پرده برداری از حقیقت واحد و مطلق تمام پدیده‌های هستی مانی تضاد اندیشه و ضامن صلح کل در میان تمام جوامع بشری شده بدون شک برنده جایزه نوبل در بخش صلح جهانی خواهند شد. من می‌بینم که اقتصاددانان افغان در کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر با تأکید به این حقیقت واضح و روشن
که سیستم کهنه بانکی در جهان غارتگر تمام حقوق فرد و اجتماع انسانی است که انقریب باعث بحران عمیق اقتصادی در جهان خواهد شد که برآمدن عمق از عمق نامعلوم آن برای تمام افراد بشر ناممکن خواهد بود. اما اقتصاددانان میهن ما کاملا آماده‌اند تا با افشای این حقیقت ساده و انکار ناپذیر که نعمات الهی هنوز اضافه‌تر از ضرورت 6 میلیارد انسان گرسنه و پا برهنه در کره زمین است. اما نفس آماره و اعمال خلاف نظم 1 میلیارد انسان منکر از حکومت خدا و بیخبر از حقوق فرد و اجتماع بهشت نقده و پر از نعمات الهی را در روی زمین وحشتناکتر از دوزخ و چاه زخم برای 6 میلیارد انسان بیگناه و مؤمن به خدا ساخته است که بعد از چشیدن همین حقیقت تلخ پاسداران انسانیت و اقتصاددانان تسلیم به حکومت پر از عدل و انصاف خدا در زمین با روشن ساختن اصول مطلق و ساده مکتب اقتصاد الهی عنقریب عالم انسانیت را از شر سیستم های اقتصاد کمونیستی، امپریالیستی و تروریستی در جهان نجات خواهند داد. من میبالم که با کشف عالم غیب و افشای اطرار ظهور حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا و صورت، صفات و ساختمان تمام پدیده های هستی توسط حقیقت بینان روشن ضمیر افغان، عالم انسانیت صاحب یک جهان بینی واحد، علمی، فلسفی و مذهبی خواهد شد که بعد از برطرف نمودن کثرت و تضاد اندیشه ضامن صلح و امنیت کامل در میان تمام جوامع بشری خواهد شد. من میبالم که دانشمندان و مخترعین جهان بر اساس کشفیات روشنبینان افغان در ساحه علم و تکنولوژی و کشفیات بزرگ و حیرت انگیزی دست خواهند یافت که تعداد آن نه تنها بالاتر از تمام اختراعات و کشفیات انسانی در طول تاریخ بشر خواهد بود، بلکه بر اساس آن تغییرات بزرگ و سرنوشتازی در جهان علم، اندیشه، تکنولوژی، فرهنگ و اقتصاد بشر به وجود خواهد آمد. من میبارم که بعد از 35 سال تحقیق و ارزیابی دقیق عوامل جنگ داخلی و عوامل تجاوز نظامی، فرهنگی و سیاسی 48 مملکتی که میهن ما را با چهره وحشتناکی از امارت طالبانی و یا ماسک زیبایی از نظام دموکراسی میدان جنگ های صلیبی و تروریستی قرار دادند، امروز حقیقت بینان محقق افغان با یقین کامل علمی، عقلی و تجربی خیش می دانند که برقراری صلح کامل در افغانستان و جهان قبل از بیداری و رستاخیز روان تمام ملل جهان از خواب خیال و ظلمت بیخبری از خود، خدای خود و اسرار خلقت جهانی که در آن زندگی میکنیم خواب است و خیال است و جنون. درک این واقعیت و حقیقت غیر قابل انکار با محققین بیدار افغان و پاسداران انسانیت مسئولیت انسانی میبخشد تا با پرده برداری از اسرار عالم غیب و افشای اسرار خلقت انسان و جهان، با دایر نمودن کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر در سراسر جهان، خود را، ملت خود را و تمام ملل جهان را با نور حقیقت ذاتی و حکم روح، روان و فطرت بیدار خیش از بحران عمیق عصر حاضر به صورت عینی و عملی نجات بخشند. در غیر آن اصحاب فیل یعنی تروریستان دولتی مانند 15,000 سال قبل یک بار دیگر کره زمین را با هزاران راکت اتمی مورد هدف قرار داده و با میلیون‌ها تن مواد انفجاری منگذاری کردند و کاملا آمادند
تا با قمانده شیطان و رهبری خیال و ذهن ناخودآگاه خیش با فشردن یک تکمه خود را و تمدن امروز بشر را همانند صدها و هزاران تمدن بزرگ بشر در گذشته نیست و نابود نمایم. بنام من میبالم که ملت آزاده ما در طول تاریخ 5000 ساله و پر افتخار خیش همیشه در صف اول جهاد بر ضد دشمنان مشهور انسانیت مانند اسکندر مقدونی، چنگیز خان، تیمور لنگ، انگلیس ها، کمونیست ها، طالبان پاکستانی، تروریزم و امپریالیزم جهانی قرار داشته و تا امروز سر تسلیم جز بر آستان خدا نگذاشتند و هنوز هم در راه دفاع از حقوق انسانی و هویت ملی خیش قربانی می دهند. زیرا دشمنان انسانیت هرگز نمی خواهند بدانند که ملت واحد افغان در طول تاریخ بشر همیشه پاسدار انسانیت بوده و خواهد بود و بنابر همین واقعیت و حقیقت غیر قابل انکار است که امروز فرزندان بیدار و روشنگر افغان با ایمان کامل به خدا و یقین مطلق برزش به نهایت بزرگ و حیاتی کشفیات خیش کاملا آمادند تا قبل از پرده برداری مفصل از اسرار عالم غیب و افشای اسرار ظهور نور وجود بخش خدا در آفاق و انفس به هدف روشن ساختن هویت کامل ملی و رسالت انسانی خود در جهان به صورت خلاصه پرده بردارند تا به دشمنان انسانیت نشان دهند که ملت مجاهد افغان هرگز یک ملت قرون وسطایی نبوده، برعکس پروپاگند اعمال شیطان و تروریستان هویت بشر، عاشقان عارفان خدا و حقیقت بینان ملت واحد افغان با نور هدایت قرآن و سیرت محمدی در خودشناسی، خداشناسی و جهانشناسی روح و فطرت بیدار خیش در مقایسه با تمام متفکرین جهان 800 سال پیش قدم می باشند که آشکار بودن این واقعیت و حقیقت مطلق تاریخی غیر قابل انکار بوده و نادیده گرفتن آن شاهد بیخبری دشمنان انسانیت از هویت کامل انسانی، اسلامی، ملی و ذاتی افغان ها می باشد. بنام ضرورت افتاد تا به هدف خونسا ساختن پروپاگند های ناجوان مردانه دشمنان ملت خیش خاص به هدف دفاع از حقوق انسانی و معرفی هویت کامل ملت خیش برابران سیاسی و نظامی 48 مملکتی که بدون در نظر داشت تاریخ پر افتخار روان زنده و هویت کامل ملت ما مغرور از قدرت نظامی و شیطانی خود میهن ما را به بهانه غیر منطقی و خالی از واقعیت جنگ با القاعده و تروریسم جهانی مورد تاخت و تاز قرار داده و اشغال کرده. خطاب می کنم که بشنوند و بدانند تا از خواب خیال و هیپنوتیزم نفس آماره و ظلمت ذهن ناخودآگاه و من خیالی خیش بیدار شده بیش از این به هویت ملی ما توهین و به حاکمیت ملی ما تجاوز نکنند و حداقل برای یک بار ببینم که ما انسانیم، نه تروریست و متجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی دیگران، تا بدانم که حقیقت ذاتی ما وجه الله است، هویت انسانی ما فطرت الله است، هویت روحانی ما روح الله است، هویت ملی ما افغان است، خط مشی ملی ما صلح کل و همبستگی بدون وابستگی با تمام ملل جهان است. میثاق ملی ما تنها با خداست. دولت ما اسلامی است. نظام ما دموکراسی عینی است، نه دموکراسی ذهنی و خیالی. مذهب ما عشق به خداست. مکتب ما توحید است. راهنمای ما قرآن و سیرت محمدی است. رهبر ما وجدان و حقیقت ذاتی ماست.
حقوق زن و مرد ما قبل از ازدواج مساوی اما بعد از تشکیل خانواده 100% و مشترک است. هدف ما رسیدن به حیات کامل روحی، روانی و انسانی در کنار تمام ملل جهان است. میهن ما کعبه حقیقت و مرکز صلح جهانی است. سر ما، زر ما فدای سر ما و سر ما فدای ناموس، وطن، دین و حاکمیت ملی ماست. رسالت ما از جانب خدا، وجدان و حقیقت ذاتی ما آماده ساختن زمینه نجات افغانستان و جهان از شر تروریسم جهانی و نفس شیطانی بشر است. وظیفه ما پاسداری انسانیت است. آرزوی ما رسیدن به صلح کل با تمام ملل جهان است. تحقیقات و کشفیات ما در آفاق و انفس به هدف بیداری و رستاخیز روان بشر از خواب خیال و ظلمت بیخبری است. استراتژی ما خلع سلاح کامل در افغانستان و جهان است. سلاح ما در جهاد اکبر انسان با شیطان و تروریسم جهانی. اسم اعظم خدا، عصای موسی، نفس عیسی و حقیقت محمدی است. مرام ما رسیدن به معراج انسانیت است. تلاش ما در راه نجات انسانیت و تمام مخلوقات خدا از شر آفات طبیعی و آلوده شدن هوای زمین است. راه ما صراط المستقیم است. بهشت ما وطن و خانواده ماست. دوزخ ما دوری از وطن و یاران ماست. ضامن صلح در کشور ما وجدان و حقیقت ذاتی ماست. سیاست داخلی ما استحکام کامل وحدت ملی ماست. سیاست خارجی ما وحدت و همبستگی بدون وابستگی و مساوی الحقوق با تمام ممالک جهان است. فرهنگ ما حق سالاری است. اخلاق ما احترام به مقام انسان است. عزت ما در تقوا، اعتدال و انسانیت ماست. شجاعت ما در حد ایمان ما به خداست. جهاد اکبر ما بر ضد شیطان و کثرت اندیشه های خرافی، نسبی و خالی از حقیقت نفس آماره و من خیالی بشر است. آزادی زبان و اختیار عمل ما در حد تسلیم به اوامر خدا و در حد مطابقت ما از قوانین مطلق در هستی خداست. نجات ما همیشه مسئول وحدت ملی ماست. پس دشمنان غافل ملت افغان اگر تا امروز نمیدانستن، بعد از این بدانن که دشمنی با ملت مجاهد افغان اشتباهیست بزرگ و جبران ناپذیر. زیرا بعد از رستاخیز روان بشر تمام دشمنان انسانیت و متجاوز به حقوق بشر عنقریب در حضور خدا مورد محاکمه الهی توسط وجدان خیش و محاکمه نظامی توسط حقیقت ذاتی و فطرت انسان کامل و امام صاحب زمان قرار خواهند گرفت. پس حداقل بگذارید تا ما به حکم وجدان و رهبری حقیقت واحد و انسانی خود نه تنها سرنوشت خود و ملت خود را، بلکه سرنوشت تمام ملل جهان را مطابق به ایجاب زمان تغییر دهیم. بنابر همین هدف مقدس است که فرزندان بیدار و محقق افغان نه تنها دست صلح و برادری به سوی من حقیقی و نفس مطمئنه تمام ملل جهان دراز کردن، بلکه با ایمان کامل به خدا و یقین مطلق روحی، روانی و قلبی به هویت کامل ملی و رسالت انسانی خیش امروز کاملا آمادن تا در جریان یک مناظره آزاد جهانی حاصل 40 سال تحقیقات خود را با حقیقت ذاتی و نوری حرف الف که بدون شک اسم اعظم خدا و یگانه کلید گنجینه اسرار عالم غیب و افشای اسرار خلقت عالم ظاهر است، به هدف رسیدن به عالم وعدت و جنات خدا به هر فرد بشر تقدیم نماییم تا به همت مؤمنین جهان و یقین کامل به این حقیقت که نصرت از جانب خداست و پیروزی حق بر باطل نزدیک است، بتوانیم زمینه تشکیل کنگره بیداری و رستاخیز روان بشر را
در سراسر کره زمین کاملا آماده سازیم انشالله. نوت: تمام عاشقان و عارفان خدا و حقیقت بینان روشنگر افغان، بعد از مطالعه دقیق کامپاین های انتخاباتی افراد معظمی که در سال 1393 کاندید ریاست جمهوری میهن عزیز ما می باشند، به این نتیجه رسیدند که از مسئولین بیدار تلویزیون یک اعترامانه بخواهیم تا بعد از نشر تلویزیونی جواب ما در یک مناظره انتخاباتی از تمام کاندیدان محترم ریاست جمهوری بپرسند آنها چرا میبالند که افغانند، تا بعد از روانکاوی دقیق و فراخدای نظر آنها حداقل بدانیم که آنها کیستند و به هدف رسیدن به آرمانهای مقدس ملی، اسلامی و انسانی خود به کدام آنها میتوانیم اعتماد کنیم. با احترام، استاد خلیل فیصل، سخنگوی حقیقت واحد، نوری و ذاتی ملت واحد افغان.